سلام سلام، عرض ادب و احترام دارم خدمتتون. من آرش باباپورم، این فیلمو واسه مجموعه گلوان میگیرم. امروز میخوایم راجع به یکی از پرطرفدارترین و جذابترین نژاد در مورد فیلم‌های سینمایی صحبت کنیم. اگر حدس نزدید من راهنماییتون میکنم، راجع به دوبرمن. اول از همه یه چیز بگم، ما رو لایک کنید، ما رو سابسکرایب کنید، ما رو معرفی کنید. بابا یه خورده دلگرمی بدید، چقدر سخته آخه. بابا خیلی خوبه. بچه ها دوبرمن چجوری به وجود اومده؟ اولین بار در سال 1890 یه نفر بوده به اسم، اجازه رو کامپیوتر نگاه کنم، کارل فریدریش لویس دوبرمن. این اسم آلمانیش بوده. این آقا مسئول جمع‌آوری مالیات در آلمان بوده، در یک شهر کوچیک. تصمیم میگیره یک نژادی رو به وجود بیاره که شجاع باشه، سریع باشه، قوی باشه، نترس باشه و شروع میکنه از اصلاح نژاد نژادهای بسیار متفاوتی. جد اولیه دوبرمنها رو تقریبا برای دو قرن و نیم پیش به وجود میاره. یعنی سال 1890، نه دو قرن هم نمیشه، یه قرن و خورده ای مثلا، آره 140-150 سال میشه. بعد از اینکه فوت میکنه، دو تا آدم این راه رو ادامه میدن که آقای فلیپ گروین بوده و آقای گالر. بچه اینقدر نژادهایی که میکس شده زیاده، تصمیم گرفتم حفظ نکنم، از روی کامپیوتر براتون بگم و ترجیحاً اونایی رو که میتونم عکساشون رو بذارم زمینه فیلم که داریم صحبت میکنیم میذاریم. پس من میخونم. یک، اولی بوده جرمن پینچر، بعد بوده بیو سران، نمیدونم چیه، روتوایلر بوده، تریگیان سیلیویان داگ بوده، بلک گریلی هولد بوده، گریدین بوده که گریدین رو 100% همه تو میشناسید، بعد دوباره جرمن شورت هیرده پوینتر بوده، در واقع پوینتر جرمنی بوده، پوینتر انگلیسی داریم، پوینتر آلمانی هم داریم، بعد منچستر تریل بوده و اول جرمن شپر، در واقع نسل قدیم جرمن ها. ببین تعداد نسلایی که اومد و حتی روتوایلر هم داشته، تمام این نژادها اومده هر کدوم خط خونی گرفت تا رسیده به دوبرمن هایی رو که امروز ما به عنوان دوبرمن میشناسیم. در واقع با اصلاح نژاد خیلی زیاد این اتفاق افتاده که واسه من اول جرمن شپر، روتوایلرش و گریدینش خیلی جذابه که دارم میبینم. و یه نکته ای که وجود داره، جرمن شپر در واقع پوینترها تو شکار خیلی قویه. جرمن ها خیلی فرمان پذیرن و گریدین ها خب خیلی بزرگن، واسه اینه که دوبرمن سایز خیلی بزرگی به دست آورده نسبت به نژادهای هم وزنش، خیلی عضلانیه، تیپ اروپاییش، قفس سینه خیلی بزرگی داره. و اتفاقی که میفته اینه که یه نژاد خیلی جسور و چابک و سری به وجود اومده که واقعا خیلی زیباست، خیلی خیلی زیباست و دقت کنید رنگ خیلی شبیه هم به روتوایلر داره. خب بچه ها اتفاقی که افتاد اینه که تو ایران اومد شایعه به وجود اومد که آقا دوبرمن ها مغزشون بزرگ میشه و جمجمه کوچیک میمونه و سگ های مشکل داری میشه. در واقع این قضیه شایعه است، همچه اتفاقی اصلا نمیفته، اصلا همچه چیزی در طبیعت وجود نداره و دوبرمن ها نسبتا نژاد خیلی سالمی هست. بیماری هایی که در دوبرمن ها خیلی بیشتر دیده میشه، بیماری های مشکلات پروستات و سیستم مجاری ادراری هستش و بیماری های کاردیو و قلبی، که در واقع 40% علت فوت دوبرمن ها بیماری های کاردیو در سن های بالا هستش، که در واقع سنشون هم یه در حدود بین 10 تا 15 سال میانگین عمر دوبرمن ها هستش. بچه دوبرمن ها سگ های نژاد کار هستن، واسه گارد و نگهبانی و نگهبانی در باغ ها استفاده میشن، فوق العاده جسور و شجاع هستن و یه چیزی که برعکس ظاهر خیلی خشنی که دارن، تعداد گزارش هایی که از قتل وجود اومده برای دوبرمن ها حتی جرمن شپرد و بقیه نژادها خیلی کمتر هستش. مثلا من اینجا یه گزارش داشتیم، گزارش ها یه لحظه نگاهش بکنیم. آره، بیشترین کشته هایی که بوده، که گزارشی که در اومده، دوبرمن خیلی کمتر از جرمن و روتوایلر و گورگی و مالاموت بود. در واقع نژادیه که بسیار بگیره ولی اصلا نژاد خیلی خطرناکی برای ما محسوب نمیشه. در واقع نژادهای خطرناک بیشتر رو ما داریم. دوبرمن ها به خاطر تولید سختی که داره
و به خاطر اینکه برای تولیدش پرورش داده زحمت زیادی میکشه قیمت‌های خیلی بالایی داره. دوبرمن ها در دنیا قیمتاشون از 3000 یورو تا 15000 یورو متغیره، که در واقع یه چیز رو بهتون بگیم راجع به جراحی گوش و دم صحبت کنیم بعد بیم صحبت. یه نکته که وجود داره، از مهره دوم در طولگی دم رو قطع میکنن به خاطر اینکه زمان نگهبانی و شکار دم مزاحم کار نباشه و گوش ها هم جراحی میشه، بالا میاد تیز میشه. حالا تو عکسای زمینی باز ما میذاریم دوبرمن در حالت گوشاش آویزونه، ولی بعد جراحی بالا نگه داشته میشه که معمولا تو هفت هفتگی بهترین سن جراحی هستش. این کار رو میکنن که بتونه جهتیابی بهتری انجام بده و یه سری از کشورها در دنیا محدود کردن جراحی ها رو و یه سری کشورها مثل استرالیا کلن ممنوع کردن، در واقع نوع حیوان آزاری به حساب میاد. و این بحث در مورد جراحی دم و گوش تو کشورهای مختلف یه بحثیه که کاملا متفاوته. مثلا در آمریکا شما از مهره دوم به بعد اجازه جراحی داری و گوش اجازه جراحی داره، ولی در خیلی از کشورها این قضیه متفاوته. من خیلی موافق جراحی نیستم. در مسابقات جدید حیوانایی که جراحی شدن اجازه شرکت در مسابقات رو ندارن و جراحی‌ها رو در واقع داره سمت و سوی انسانیت به جایی میره که سعی میکنن جراحی‌ها کمتر شه، ولی چون تو طولگی اتفاق میفته و در واقع دردی رو متحمل نمیشه، این رفتار رفتار غیر انسانی محسوب نمیشه، ولی ما هم پیشنهاد میکنیم که جراحی نشود. دوبرمن پنجه‌های خیلی پهنی داره، معمولا دم جراحی میشه، گوش جراحی میشه و ظاهر واقعیش اصلا اینی که شما میبینید در حالت عادی نیستش. تیپ اروپایی قفس سینه خیلی پهنی داره، تیپ اروپایی پوزه کشیده تر و بدن کشیده تری داره و قفسه سینه تختری داره. برعکس خیلی از نژادها که تیپ‌های آمریکاییش بیشتر مورد پسنده، در دوبرمن تیپ‌های اروپاییش خیلی گرون و ارزشمنده. تمام تیزرها و کلیپ‌های تبلیغاتی که می‌بینید که در دوبرمن پینچر یا دوبرمن داره استفاده می‌کنه، در واقع دوبرمن‌های تیپ اروپایی رو دارن استفاده می‌کنن. رنگ‌های متفاوت داره، سفید داره، ابلق داره، بلوطی داره و رنگ بلک اند تن داره که پرطرفدارترینش دنیا همون مشکی قهوه‌ای یا بلک اند تن هستش و بعدش رنگ‌های بلوطی و بعد بقیه رنگ‌ها. دوبرمن ها برعکس اون چیزی که فکر میکنید با بچه ها خوبن، روابط انسانی خوبی برقرار میکنن و یه نکته ای که وجود داره اینه که با اعضای خانواده خیلی خوبن و با غریبه ای که بخواد مزاحم خانواده بشه میتونن رفتار بسیار تهاجمی و خشنی داشته باشن. دوبرمن ها میتونن به عنوان سگ های گارد فوق العاده با پتانسیل بالا تربیت بشن و با تربیت سگ جوری میتونه تربیت بشه که حتی میتونه آسیب های بسیار جدی به آدم های مهاجم ایجاد بکنه. به خاطر همین دوبرمن هم در نیروهای نظامی هم در نیروهای پلیس استفاده میشه، ولی به خاطر سرکش بودنش در مورد کارهای امدادی استفاده نمیشه، یعنی برای نابینایان و زنده یابی دوبرمن خیلی استفاده نمیشه. دوبرمن ها تو گله شجاعتشون بیشتر میشه و عملا به خاطر همین تو باغ‌ها دو تا سه تا دوبرمن با هم میذارن نگهبانی میکنه و اینو محیط رو تقسیم میکنن، پخش میشن و در واقع از اون اریا یا منطقه‌ای که دارن کامل محافظت و نگهبانی میکنن، در واقع دزدی جرأت نمیکنه وارد شه. حتی دوبرمن ها آموزش میبینن، حتی اگه سارقه گوشت های آلوده مواد بیهوشی هم در اختیارشون بذارن، سگ‌ها به هیچ عنوان از دست غریبه غذا نمیخورن. واسه همین دوبرمن ها نگهبان های فوق العاده قوی هستن. شایعه کوچک شدن یا بزرگ شدن مغز رو کلن فراموش کنید، همچی چیزی وجود نداره. فیلم هایی هم که گذاشتی ببینید، لذت ببرید، خیلی نوبه. من جز نژادهای مورد علاقم دوبرمن. مرسی که ما همراهید، مرسی که ما رو معرفی میکنید، ما رو سابسکرایب بکنید، یه لایک کوچولو حتما بندازید، بسیار به ما دلگرمی میده، باعث میشه تو شبکه‌های اجتماعی ما بتونیم قوی‌تر فعالیت بکنیم. ممنونم از همراهی شما.